اصلا اعداد و ارقام که نجومی هن، 18 میلیارد دلار ما باید زیان بدیم، تازه زیان دیر کردش به تنهایی 7 تا 8 میلیارده. در این زمینه آقای امیرعباس فخرآور استاد دانشگاه رشته قانون اساسی تحقیقاتی انجام داده، هم میهنانم اجازه بدید که خط ارتباط رو با او برقرار بکنیم در تگزاس. درود بر شما آقای امیرعباس فخرآور. درود بر شما جناب آقای میبودی عزیز و درود بر تمام ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک، همه بینندگان تلویزیون فارس. حالا شما خوبه؟ متشکرم، ممنون، در خدمتتون هستم. خب وزارت صنایع و معادن میگه نخه این حکم هنوز قطعیت نداره، در حالی که مجموعه من دیدم تیترهای درشت روزنامه مثل ابرار اقتصادی همه خبر از محکومیت دادن، محکومیت 18 میلیاردی. قضیه از چه قراره آقای فخرآور؟ خیلی خوشحالم که شما به این مسئله پرداختین. به قول خارجی ها این پرونده، مخصوصا پرونده کرسنت و پرونده های نفتی ایران، it's hard to digest، برای اینکه انقدر حجم اطلاعات و به قول شما ارقام میلیونی و میلیاردی این وسط زیاده که مردم گیج میشن اگر این ارقام و اعداد رو بشنون. اما خیلی مختصر بگم، این فکر کنم یکی از، اگر دنبال فساد توی جمهوری اسلامی میگردیم، با توجه به اینکه خب تمام درآمدشون رو اونا از محل صادرات نفت دارن به دست میارن، ما میتونیم این پرونده های نفتی، یکی دو تا پرونده هم قبلا بود، پرونده استات اویل بود، پرونده توتال هست که همین الان فعاله، و این پرونده کرسنت از پرونده هایی هستن که خیلی راحت میتونن سرنخ‌های اون دزدی های بزرگ میلیاردی رو برای ما نشون بدن. چند روز پیش اکبر نعمت اللهی بود که مدیر روابط عمومی وزارت نفت اومد و تکذیب کرد در واقع حرفی رو که چند روز قبل از اون در واقع آقای نعمتزاده وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی اومده بود مطرح کرده بود. نعمتزاده توی یه سخنرانی گفته بود که ما توی پرونده کرسنت 18 میلیارد دلار توسط دادگاه لاهه جریمه شدیم. خب از وزارت صنایع، وزیر صنایع این حرفو میزنه، بلافاصله بعدش مدیر روابط عمومی وزارت نفت اکبر نعمت اللهی این دفعه میاد وسط و اعلام میکنه که نه، این حکم هنوز صادر نشده. بعد جالبه وقتی که خب رسانه ها تماس میگیرن با دادگاه لاهه و اعلام میکنن که آیا این حکم صادر شده یا نه، دادگاه لاهه از تکذیب یا تاییدش خودداری میکنه، میگه از طریق رسمی ما این رو اعلام خواهیم کرد. حکم وجود داره، حکم جریمه 18 میلیارد دلاری، جریمه 18 میلیارد دلاری که قرار بود روی پرونده‌ای باشه که بنا بود این پرونده برای ایران 31 میلیارد دلار سود داشته باشه. اما خیلی شاید جالب باشه، اعداد و ارقام که گفتم الان زیاد خواهد شد، خیلی شاید براتون جالب باشه بدونید که طبق این قرارداد که به مدت 25 سال با امارات بسته شده بود، طبق این قرارداد توی 7 سال اول توی قرارداد قید شده بود که یک ممیز 0.2% منفی قیمت به دلار، البته قیمت گازی بود که ایران داشت میداد به شارجه. دقت بکنید، منفی 1.2% دلار، یعنی اینکه تا 7 سال اول جمهوری اسلامی نه فقط هیچ سودی دریافت نمی کرد، بلکه داشت باج میداد، برای اینکه فقط داشت گاز در واقع ایران رو میفرستاد به امارات که توی مخازن امارات بره این گاز و ذخیره بشه، و تازه یک پولی هم دولت میذاشت روش از پولی که پول مردم ایران بود، برای اینکه بتونه این قرارداد رو اصلا قبول بکنه، اماراتی ها ببندن. نحوه بسته شدن قرارداد، چه کسانی وسط بودن برای بسته شدنش؟ طبق گفته علیرضا زاکانی نماینده تهران که توی تاریخ 15 آگست سال 2013 حدود 11 ماه پیش، وقتی که دولت آقای روحانی اومد معرفی شد توی مجلس شورای اسلامیشون، اون زمان زاکانی اومد روز معارفه در واقع وزیر نفت زنگنه اومد به شدت اعتراض کرد. من فکر می‌کنم ویدیوش رو شما در اختیار دارید، اگر بخشی از این ویدیو رو بخواید پخش بکنید، که تو اعتراض شدید زاکانی اعلام میکنه تمام قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی تو دفتر شخصی بسته میشه به اسم عباس یزدانپناه یزدی، و این فرد عباس یزدانپناه یزدی میره یک شرکتی رو ثبت میکنه توی برمودا. معمولا کسانی که میخوان بیزنس های مشکوک بزنن میرن این کارها رو میکنن، شرکت ها رو میرن توی یک جاهای عجیب غریبی مثلا برمودا ثبت میکنن که هم بتونن از مالیات و هم از نظارت های دولتی بزرگ فرار بکنن.
آقای عباسی از پناه یزدی با کمک مهدی هاشمی رفسنجانی شرکتی رو در برمودا میره تأسیس میکنه و از اون طریق میاد این قراردادهای نفتی بزرگ رو میبنده. و طرف اماراتی قضیه هم بسیار جالبه، حالا اینا همش توی صحبت‌های خود علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامیه، که طرف اماراتی اسمش از حمید جعفر، یک عراقی که در امارات ساکنه و ایشون دوست صمیمی اودعی صدامه و کسی که در جریان جنگ ایران و عراق گرای کشتی‌های ایرانی رو میداده به صدام، و این میاد اون وقت سر میز مذاکره میشینه و توی این شرکت سوری که توی برمودا ثبت شده شرح قرارداد کرسنت بین در واقع این دو بسته میشه، که طبق قرارداد کرسنت قرار بوده شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران این مذاکراتشون از سال 1997 اینا شروع کرده بودن و سال 2001 در نهایت سال 1381 بود که بالاخره به نتیجه رسیدن و تفاهم کردن که این رو امضا بکنن. خود سران جمهوری اسلامی این قرارداد رو با عهدنامه ترکمنچای مقایسه میکنن و بیژن زنگنه هم اون موقع اتفاقا دوران خاتمی بود، بیژن زنگنه هم وزیر نفت بود و بیژن زنگنه خودش از کسانی بود که این قرارداد رو خب امضا میکنه به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی. بنابراین میشه که با لوله کشی توی خلیج فارس اینا بیان گاز میدان سلمان رو که متعلق به جمهوری اسلامی بود منتقل بکنن به امارات. اگر میخواستن این کار رو منطقی و اصولی انجام بدن میتونستن این رو منتقل بکنن به اسلویه خود ایران و اونجا بتونن توی پالایشگاه این رو پرورشش بدن و بیشتر بخوام بفروشن، اما قرار بر این میشه 500 میلیون فوت مکعب روزانه ایران به امارات گاز صادر بکنه و بنا بوده 31 میلیارد دلار درآمد برای ایران داشته باشه، که تا این لحظه هیچ درآمدی که نداشته، ضرر هم داشته. در 7 سال اول همون که بهتون گفتم منفی 1.2 دلار برای هر فوت مکعب به این گاز ایران پرداخت کرده، حتی ایران پرداخت کرده که گازش رو فروخته، و در نهایت هم این 18 میلیارد دلار خسارت رو باید بیاد پرداخت بکنه. توی صحبت‌های وزیر صنایع آقای نعمتی یه نکته دیگه ای که وجود داشت خیلی جالب بود، این که برمیگرده میگه این گاز ایران همین الان هم داره میسوزه و چون قرارداد به حالت تعلیق در اومده به نوعی و نمیتونن بفروشنش، نمیتونن کاری باهاش بکنن و باید نگه دارن تا منتظر رأی دادگاه باشن. فاجعه خیلی بزرگه. حالا اگر فرصت هست من یکم بیشتر درباره‌اش بگم. اجازه بدید حرفای خود نعمت‌زاده رو هم گوش بکنیم. در بنابراین آقای عباس یزدی هم مثل بقیه، مثل مهافرید خسروی که سرنخ قضایا بود، اطلاعات زیادی داشت، اونو سر به نیست کردن. عباس یزدی رفتن دزدیدن در امارات، او رو به ایران بردن، به احتمال زیاد او رو هم سر به نیست کردن، که در این ماجرا یکی از چهره‌های آشنا به این قضیه و این سوء استفاده‌های کلان و باور نکردنی است. گوش کنید آقای زنگنه. و همچنین در جلسات اخیر که با نمایندگان در فرکسیون داشتند، به برخی از مفاسد موجود آن اذعان داشتند که شرح هر کدام مثنوی 70 من کاغذ است. جناب آقای رئیس جمهور، عدم اعتنای آقای زنگنه به نامه آذر ماه جناب عالی 81 جناب عالی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی یکی از ده ها اشکال و مفسده این قرارداد ننگین است. شما در آن نامه خطاب به رئیس جمهور وقت برخی وجوه منفی این قرارداد را برشمرده و اظهار داشتید حدود یک سال پیش یعنی سال 80 در خصوص این قرارداد از وزیر نفت سوالاتی مطرح شد، ولی علی‌رغم دستور جناب‌عالی یعنی رئیس جمهور وقت پاسخی دریافت نشد و همچنین به اشکالات دیگری نیز اشاره داشتید که عبارت بودند از عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی، این همه جملات خود آقای رئیس جمهور، خود جناب آقای روحانی است، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است. این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آمد. بهره برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی تر نسبت به فروش غیر اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد. پیرو به نامه جناب‌عالی و دستور رئیس جمهور وقت مقرر شد با حضور جناب‌عالی و جمعی از وزرا مسئله بررسی شود. برای در جلسه ای بررسی شود. ولی جلسه ای در تاریخ 30/11/81 با یک طراحی خاص
و مستند به اسناد و گزارشات متعدد بدون حضور شما تشکیل و مبتنی بر نظرات آقای زنگنه جمع‌بندی شد. قبل از آن نیز در تاریخ 18/10/81 جلسه با حضور معاونین وزارتخانه‌های زیرفت و نماینده جناب‌عالی تشکیل شد، لکن مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به گواهی اسناد موجود و گزارشات رسمی کشور علی‌رغم دعوت قبلی به دستور آقای زنگنه از حضور در جلسه منع شدند. اما جناب آقای روحانی، این همه ماجرا نیست. به تعبیر زیبا یکی از همراهان رد بالای امروز جناب‌عالی که این روزها در مجلس زیارتشان کردم، در مصاحبه با رسانه‌ها البته در گذشته فرمودند دیوار کرسن تا ثریا کج است. فلذا اگر قصد مبرهنگ ساختن این مسئله را دارید، لطفاً سایر موارد از جمله این نکات را نیز شفاف نمایید. جناب آقای رئیس جمهور، آیا علاوه بر موارد مهم فوق که در سالهای 80 و 81 مطرح نموده اید، از تغییرات بعد این قرارداد از جمله 6 الحاقیه پی در پی آن به ویژه الحاقیه ششم آن در سال 84 نیز مطلعید؟ سوابق مدیر عامل کرسنت از کدام مرجع امنیتی استعلام گردید؟ هیچ کجا. این شخص عراقی الاصل با تابعیت بریتانیایی ساکن امارات به استناد گزارشات منتشر شده برای مقابله با امکان توسعه میدان پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود، شرکت نفت کرسنت نفت الهلال را تأسیس کرد. فعالیت‌های ضد ایرانی آقای حمید جعفر که بر اساس گزارش موجود در وزارت امور خارجه نیست، نامبرده دوست صمیمی اودای صدام و عضو وابسته به سرویس‌های جاسوسی یکی از کشورهای اروپایی است و در دوران دفاع مقدس به دادن اطلاعات حرکت کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی به صدام و آمریکا اقدام می‌کرده است. آیا می‌دانید طبق فرمول اشکال دیگر است؟ طبق فرمول قیمت و طبق گزارش رسمی شرکت ملی نفت، گزارش رسمیش اینجا دست من هست، دوستان نماینده بیان بهشون نشون بدن، قیمت 7 سال اول این قرارداد منفی 1.2 دلار بوده و زیان نصیب شرکت ملی نفت می‌شده. یعنی نه تنها رایگان نبوده، بلکه یارانه هنگفتی نیست برای شیخ نشین شارجه در نظر گرفته شده بود. جناب آقای روحانی، فرمول قرارداد در هیچ کدام از دو نامه جناب‌عالی تجزیه و تحلیل نشده است. اما آیا می‌دانید با افزایش قیمت نفت زیان شرکت خب از بارم رحمت داریم من برای پخش بکنیم، ولی به نظرم کافی است یه گوشه است از تبهکاری ها. فکر کنید یک جلنبر تابع عراق بتونه توطئه بکنه به شکلی که ما از منابع مشترک نتونیم بهره برداری بکنیم، همش در اختیار دولت های بیگانه قرار بگیره و عواملی داره در درون هیئت حاکمه و در نهادهای دولتی ایران، نهاد شرکت نفت، و اینا میتونن هر کاری دلشون بخواد. دست همه دنیا در خزانه مملکت ما 13 میلیارد. واقعا عجیبه آقای امیرعباس فخرآور. حالا پرونده خیلی جالبتر هم میشه، یعنی اگر نگاه بکنید، شما اشاره کردید به نام دو نفری، کاش یکم بیشتر در این مورد صحبت میشه، یکی به محافظی در این خسروی که خب یکی از کسانی بود که سرمایه دار بود از آلمان رفت ایران که اون صنایع ورشکسته رو بخواد بیاد دوباره به سوددهی برسونه و 17 هزار نفر براشون شغل ایجاد کرده بود. در نهایت وقتی که اون بلوای دزدی‌های میلیاردی بالا میاد برای اینکه تمام آقازاده‌ها حفظ بشن، این رو فوری میفرستن اعدام بشه، در صورتی که می‌گم کمترین اتهام رو محافظید امیر خسروی مرتکب شده بود. و این بر هم سر پرونده خب عباسی یزدان پناه یزدی که خیلی هم با امیر خسروی فرق می‌کنه، چون عباسی یزدان پناه یزدی یک واسطه نفتی بوده و خب دزدی‌های میلیاردی رو انجام داده، به نوعی شهروند انگلستان بوده. این که روبوده بشه بعد تو مجلس شورای اسلامی بیان حتی نمایندگان مجلس مثل همین علیرضا زاکانی دربارش صحبت بکنن و خود دولت جمهوری اسلامی رو به نوعی متهم بکنن به دزدیدن این آدم، در سوم، من دقیقاً تاریخ رو بهتون میگم، سوم تیر ماه 1392 این آدم یک شهادتی رو میده از طریق ویدیو کنفرانس برای دادگاه لاهه به نفع طرف اماراتی در واقع، و شهادتی رو میده که 3 ساعت بعدش قرار میشه روز بعدش فرداش بیاد و اسناد خودش رو وسط بذاره. عباسی یزدان پناه یزدی بعد از تمام این دزدی‌های کلانی که صورت میگیره، قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی که همش توی دفتر خودش امضا میشه، میاد به ضرر جمهوری اسلامی برای دادگاه لاهه شهادت میده. 3 ساعت بعد روبوده میشه توی دبی
و که به دادگاه فردا نرسه، نتونه بره تمام اسناد رو وسط بذاره، اسامی رو وسط بذاره، و بعدن دولت انگلستان، همسر آقای یزدانپناه توی انگلستان شکایت میکنه به دادگاه و دولت انگلستان الان پیگیر قضیه است از دولت امارات و از حاکمان دولت. تشکر میکنم امیر عباس فقرآور عزیز. من به شما روز بخیر میگم در ایالت نفتی تگزاس. تا دیداری دیگر، موفق باشید. خدا نگهدار. سپاسگزارم. خب امیر، تا پایان برنامه فرصت چندانی نداریم. اجازه یک بار دیگه به برخی از هموطنان ارجمند ما که میگم نگاهشون به تاریخ آدم های عجولی است که تصور میکنن که همه چیز یک شبه میسره و هر تغییر و تحولی به معنای بهبود وضعه. نه خیر، هم چیزی نیست دوست عزیزم. هر کاری، هر تحول در تاریخ احتیاج داره به یه زمین سازی، بستر سازی، و به نظرم نقش انسان نقش بسیار مهمی است. ما نمیتوانستیم با همون طرز تفکرات قدیم وارد دنیای آینده بشیم. امروز هم مردمان مملکت ما تغییر پیدا کرد که امروز خبر میاد که مردمان ایران انقدر که به اقلیت‌های مذهبی، ببخشید از اقلیت استفاده میکنم که مفهوم باشه، به اقلیت‌های مذهبی احترام میگذارن، به خودشون نمیگذارن. این یه پدیده از یه اتفاق نادره، یه اتفاق نادره. این نشان دهنده طلوع دوران طلایی برای میهن مملکت ماست. یعنی ما تمام اون تعصبات و خرافه‌ها رو پشت سر گذاشتیم، کنار گذاشتیم. یا وقتی امروز مردمان مملکت شما میان این میدان، اون میدان، این خیابان، اون خیابان، در شهرهای کوچک و بزرگ مملکت شفاعت طلب میکنند، بساط اعدام رو برمیچینند، دیگه نمینشینند نظارت بکنند بر مرگ یک نفر و فکر کنند در یه بازی سرگرم کننده شرکت کردن، طلب بخشش میکنن، طلب اقماز میکنن، طلب عفو میکنن، طلب شفاعت میکنن. اینا پدیده هاییست که هر ملت متمدنی برای رسیدن به یه آینده بهتر بهش نیازمنده. شما اینا رو دست کم میگیرید؟ خب اینا رو ناچارم بعضی وقتا یادآوری بکنم که هموطنان ارجمند در جریان باشند که بله، اگه قرار واقعا تاریخ ایران دگرگون بشه، اول ما باید خودمون رو متحول بکنیم. ما میخوایم همه دنیا رو عوض بکنیم. باز حرف اون کشیش تو نره که تو وستمینستر در خاک خفته، گفت وقتی بچه بودم میخواستم دنیا رو عوض کنم، یکم بزرگتر شدم متوجه شدم میسر نیست، تصمیم گرفتم مملکتم عوض بکنم. بزرگتر شدم نمیشه مملکت عوض کرد، گفتم خانوادم رو باید عوض بکنم. دم اونم خیلی زیاده. وقتی به دوران پیری رستم فهمیدم باید خودم رو عوض بکنم. من خودم رو عوض بکنم، دنیا رو عوض کردم. چرا؟ چون نگاه من عوض میشه. ما باید از خودمون شروع کنیم، از خودمون. قبل از اینکه تلفن رو برداریم بیام رو خط در تاریکی بیستیم حرف بزنیم، اول باید ببینیم که آیا ما دچار اون تحول لازمه شدیم یا نشدیم. اگه نشدیم سعی کنیم که اول خودمون رو تحول بکنیم، بعد توقع داشته باشیم دنیا به سود ما و به سود آرمان ها و خواسته های ما دگرگون بشه و تغییر پیدا بکنه. ای دل اگر عاشقی، در پی دل الله. خدا بزن.